طالبان نماینده یک نگاه استراتژیک تاریخی در افغانستان است، در مقابل نگاه اکثریت مردم افغانستان، نگاهی که افغانستان را فقط برای یک عده می‌خواهد، افغانستان را بدون کم و کاست می‌خواهد، افغانستان را به همان شکل که آنها می‌خواهند بدون کم و کاست داشته باشند. مردم ما در طول تاریخ از این نوع نگاه رنج برده. ممکن هست فرم ها و شکل ها عوض شده باشه، ممکن است امروز همان نوع نگاه در هیکل طالبانی ظهور کرده باشه، اما ما با این نگاه بیگانه نیستیم. شما ببینید از شاهان مطلقه تا شاهان مشروطه تا جمهوری های قضایی تا چپی های قضایی تا کمونیستی های قضایی، همه ایشان متاسفانه این نگاه غالب در افغانستان وجود داشته و اکثریت مردم افغانستان که از این دید تمامیت خواهانه در تاریخ رنج برده متنفر از این نگاه هست و در مقابل این نگاه ایستاده و ایستاده خواهد شد. بنابراین اگر کسی تصور بکنه که در تعامل با طالبان میتواند طالبان را مدیریت بکنه و یا در تعامل با طالبان میتواند دفع شر و جلب خیر بکنه، به نظر من در یک اشتباه بزرگ استراتژیک تاریخی قرار دارد. نگاهی که طالبان از اون نمایندگی میکنه با تمام ارزش هایی که تو به اون معتقد هستی مخالف هست، با تمام ارزش هایی که تو به اون معتقد هستی، از ارزش های فرهنگی تو، از ارزش های زبانی تو، از ارزش های مذهبی تو، و از این کرده واضح تر من نمیتوانم بگویم. اما چشم امید مردم ما این هست که در یک همگرایی با مجموعه هایی که ما هنوز از اونا امید داریم، ما هنوز از اونا امید داریم، علارغم این که چشمان ما واقعا بعض چیزها رو باور نمی کنن وقتی می بینن، علارغم این که گوش ما بعض خبرها رو باور نمی کنه و دوست نداریم که باور بکنیم که این دوست ما امروز در پشت طالب ایستاده شده، این کشوری که باید در کنار من افغانستانی باشه در کنار طالب هست، با این ما نمی خواهیم اینا رو باور بکنیم، اما امید داریم که روز اینا برمیگردن و امید ما بسیار امید روشن دارم که مردم افغانستان راه خودشان رو پیدا میکنن. طالب ماندنی نیست، این نگاه طالبانی ماندنی نیست. مردم افغانستان در پی جستن یک فرصت هستند در یک معامله کلان منطقه‌ای و در یک معامله کلان بین المللی. مجموعه آمده حاکم شده که نه ظرفیت حکومت داری دارن، نه تعقل و خرد انسانی دارن و نه تعقل و عقلانیت سیاسی دارن. اینا باقی نخواهند ماند. اما چگونه ما میتوانیم رفتن اینا را کم هزینه بکنیم و آمدن یک نظام جدید را یک نظام پایدار بسازیم؟ نیاز به تعقل، هم‌اندیشی منطقه‌ای، تدبر و سفارایی کسانی که به ارزش‌های مشترک معتقد هستند داره. من تشکر میکنم از شما جناب استاد جعفریان که در سمت درست تاریخ ایستادید. مردم افغانستان تلاش‌های شما را فراموش نمی‌کنند.